دنیای دنیای بدون محمد رضا گلزار. این تیتر ویدیوییه که خیلی ترند شد، خود تیوی پلاس هم ساخت و خیلی خبرساز شد و حاشیه‌ساز شد. خیلی‌ها فکر کردن که ما خودمون پلن کردیم که مثلا اون طرفدارای شما اشک بریزن یا خود شما برنامه بریزن. من اولا که از تهیه کننده اون برنامه بسیار ناراحتم، برای اینکه من کاملا بیخبر بودم نسبت به ساخت اون برنامه. بله. نه واقعا شما در جریانش نبودید. من کاملا بی اطلاع بودم و خیلی دلم نمیخواد ورود کنیم بهشون. اندازه کافی راجبش حاشیه ساختن. بله. در حالی که برای اون مصاحبه شونده ها جونم هم میدم، یعنی برای اون چند تا بچه‌ای که اومدن، عزیزانی که مصاحبه شدن، برای اونا حاضرم جونم از تای قلبشون واقعی بود، احساسشون واقعی بود دیگه، نیازی نیستش که توضیح بدیم. چون خیلی اومدن گفتن که خب این آقای گلزار خودش پول داده به تی وی پلاس و به این آدم‌ها که این برنامه رو بسازن که ترند بشن. شما من نیاز دارید؟ چون ما توی ایونت دیجی سرویس توی چارسو، من خودم اونجا بودم، یکی از کسایی بودم که داشتم کارامو انجام میدادم، نزدیک 7 تا 10 هزار نفر آدم به چشم دیدم دیگه. مثلا فکر میکنم همون اتفاق جواب درستی باشه به همه این شایعه ها و قصه هایی که برای شما درست میکنن. البته خوبه دیگه، ستاره ها همیشه واسه شون این اخبار و حواشی رو درست میکنن. یه گفتگوی منتشر شد از پوریا پورسرخ، یه گفتگوی رادیویی بود، تقریبا دو سه ماه پیش بود. ایشون برگشت گفتش که توی کلاس به استادمون گفتیم آقا ما چیکار کنیم شبیه محمد رضا گلزار بشیم. این شنیدن این حرف رو از همکاراتون چقدر براتون لذت بخشه؟ پوریای عزیز که لطف و ادب و محبتی که نسبت به من داشته از ابتدای دوستی برای من قابل درک بود، خیلی هم برای من عزیزه، ازشون تشکر میکنم. قهر که نیست این آقا رضا؟ من و پوریا؟ آره، چون بکنم چند سال پیش یه قهری بین شما بود، الان دیدم فالو هم کردین، هم دیگر رو آشتی کردین. نه من هیچ وقت با پوریا قهر نبود، اصولا من آدم این مدلی نیست. خیلی هم عالی. تقریبا یک سال و نیم پیش بود که شما یه ویدیوی منتشر کردین به صورت لایف برای طرفداراتون. با شناختی که من و آدم‌های نزدیک شما دارن میدونیم که درسته، این ویدیو بهونه‌اش فقط کمک و راهنمایی به مردم و طرفداراتون بوده برای اینکه به موفقیت برسن، به ثروت برسن، به جایگاه ایدئال خودشون برسن. با موضوع ذکر گفتن خیلی ترند شد و هجمه‌های زیادی علیه شما اتفاق افتاد تو شبکه‌های اجتماعی و شبکه‌های ماهواره‌ای خارج از کشور. توقع این همه توهین رو داشتین یا مثلا ظرفیتش رو دارین این همه به شما توهین می‌کنن یا شوخی براتون می‌سازن یا واسهتون اصلا مهم نیست؟ بعد از اون اتفاق حقیقتاً توقع این حجم حمله رو نداشتم. یعنی ما تو فضای مسموم پرسوء تفاهمی زندگی میکنیم که الان شما از فواید نوشیدن آب معدنی هم حرف بزنی براشون سوء تفاهم ایجاد میشه. من راجب دعا کردن حرف زدم، گفتم آقا برای خودتون اگه دعا کنید اتفاق خوبی براتون میافت، نگفتم برای من دعا کنید. یعنی خیلی متوجه اون حجمه ها رو نبودم. الان هم اگر دوباره برگردیم مجدداً همه اون حرف ها رو این به این تکرار میکردم. بله. ولی خب دیگه یه ذره فکر میکنی این جریان ها از جای آب میخوره آقای گلزار؟ میتونه خورده باشه که یهو یه حجمه عجیبی، یک مسیری رو به جامعه میدی، مردم ما خب یه مقدار تحت فشارن، براشون فضای طنز و اینا جذابه، از هر چیزی تلاش میکنن یه شوخی در بیارن بامزه بشن و اینا. ولی شما میگین توقع این رفتارا رو نداره؟ من شاید اولین بار بود که توقعی همچین رفتاری رو نداشتم، برای اینکه من با فالوورای خودم، من که نیومدم مصاحبه کنم. بله. من با طرفدارا و فالوورای خودم یک اتفاقی رو مشترک گذاشتم، یعنی به اشتراک گذاشتم که بدانند من این به زندگیم خیلی کمک کرده. داشتین راهنمایی یه مقدار آزردم کرد دیگه اون موقع. حقم دارین، چون خیلی باستاب منفی داشت. البته به قول خود شما باستاب مثبتش برای من بیشتره همینجا. یعنی شما اون فضای مجازی رو میبینید که خیلیش غیر واقعیه. صد درصد. یعنی من بیرون فضایی رو میبینم که
شاید شما نمیبینید، شاید در برخورد با من مردم بیشتر منعکسش میکنن و برای من خیلی جذاب. یه اتفاق دیگه هم که خیلی تو شبکه های اجتماعی خبرگزاری ها ترند شد، دیدار شما بود با روبرتو کارلوس تو دبی. درست. آقا رضا، کلن آدم معروف ها، فیمس ها حق ندارن ماشین لوکس سوارشن یا زندگی خوبی داشته باشن؟ چون خیلی هم میگفتن که حالا مثلا چرا آقای گلزار اومد ماشینش رو به رخ کشید، خیلی هم میگفتن که ماشین رو رفتن رنس کردن تو دبی، مثلا لامبورگینی سوارشن. اون ماشین مال خودتون بود؟ ببین همینجا، همه آدم های دنیا ربطی به فیمس و غیر فیمس نداره. همه آدم ها اولویت زندگیشون ایجاد رفاه و آسایش زندگی خودشون اولویته. یعنی بس. اولین چیزی که مد نظرشون ساختن یک زندگی در رفاه برای خودشون. ولی اون ماشین مال منه. بله. من 4 سال قبل از، یعنی من اگه دارم میرم دنبال روبرتو کارلوس، حق ندارم با ماشین خودم برم دنبالش. چی کار باید میکرم؟ هنوزم متوجه این موضوع نمیشه. میگفتن چرا با ماشینش رفته یا میگفتن چرا تو این شرایط اقتصادی بد مردم مثلا آقای گلزار میاد ماشینشو به رخ میکشه، مثلا ببینید من لامبورگینی دارم. من به عنوان نماینده از مردم رفتم، یعنی ما توسط یک دوست مشترکی این قرار گذاشته شد، ما راجع به علاقه شخصیمون نشستیم گپ زدیم، بازی کردیم، ورزش کردیم که همون ورزش علاقه شد. بله. گپ زدیم، من رفتم دنبال روبرتو کارلوس، خب با ماشین خودم رفتم، اشکالش چی کردم؟ به قول شما آقا، چرا من میشه ما باید خودمون یه جوری ضعیف و فقیر نشون بدیم؟ آقا شما یعنی الان مثلا چیکار باید میکردم؟ متوجه نمیشم، هنوزم سوال شما نمیشم. با اوبر بعد میومد دیگه، با ماشین خودم منم میرفتم دنبالشون، چیکار باید میکرد؟ حرف خاصی بینتون اتفاق افتاد مثلا چیز جالبی باشه واسه مردم شخصی تعریف کنید؟ آه شخصی، همه شخصی. آقا چرا با پروژه ساخت ایران سه قرارداد نبستین؟ ساخت ایران سه همینجا، ما از لحاظ زمان بندی به اشتراکی نرسیدیم، به خاطر همین دیگه به مسائل بعدی و صحبت ها و یعنی از نظر زمان بندی فقط مسئله بوده. چون الان دیدم مجید صالحی جای شما رو گرفته روبروی امین حیایی، چون دو پارت اول ساخت ایران با حضور شما امین حیایی بود. درست. گفتم شاید این زوجه رو دیگه دوست ندارین با امین. با آقای حیایی؟ بله. اینطور نیست. علاوه زمان بندی مشکل خورد. هیچ مشکل دیگه نیست. نه. آقای زاکانی، من داشتم میمدم اینجا شهردار محترم تهران، خواهش. به من زنگ زدن گفتن که با آقای گلزار صحبت کن، چون حدود 80% بیلبوردهای شهر رو ایشون گرفتن. گفتن بیلبورد کم آورده شهرداری. ده. الان تمام شهر، حالا حداقل 80% شهر عکس شماست با دو تا برند دیجی سرویس و هایپرکار که همون ایران روره. اینو تصویر سازی کرده بودین قبلا برای خودتون؟ براش تلاش کردم. برای رسیدن به این جایگاهی که الان دارم حمید جان، من خیلی زحمت کشیدم. یعنی تقریبا 20 ساله از 8 سالگی. شما 8 سالگی رو بیلبورد بودید. نه دیگه، زحمت کشیدم برای این رسیدن به این نقطه. الان آزارتون داره میده این موضوع؟ من اون نه بابا، من که کیف میکنم. نه فقط در حد اینه که دوستان بقیه هم جا میخوان اگه بشه. خواهش میکنم. هایپرکار که برندیه که ما از ابتدا ریزار روبر رو راه انداختیم. بله. با یه تعداد پرسنل اشتغال زایی کردیم. الان این تعداد پرسنل رسیده به 600-700 نفر. ماشاءالله. بله، هایپرکار رو حالا بعد مفصل راجبش توضیح میدم. این برندیه که خودمون راش انداختیم، از صفر را انداختیم. حقیقتا رو کاغذ هم خودمون به این وسعت و بزرگی راجبش فکر نمی کردیم. الان داریم نمایندگی میدیم، مدام داریم توسعهش میدیم. بله، و از این همکاری شما راضیم؟ بله خیلی. راسته که شما گرون قیمت ترین قرارداد تبلیغاتی با دیجی سرویس رقم زدین؟ مگه شما قیمت بقیه رو میدونید؟ قیمت منه که میدونید. مثل بس نه بقیه رو میدونید. نه قطعا شما باید جواب بدی پس. من بقیه رو که نمیدونید. نه ولی واقعا شما گرون قیمت این قرارداد رو بستید تو تبلیغات. خیلی گرونین، خیلی ها میترسن مثلا راجع به شما. متشکرم، تندیس مردمیه به احترام مردم. اینجوری نیست. آقای گلزار، ما یه برنامه پرطرفدار داشتیم با اجرای خود شما به اسم برنده باش که از تلویزیون پخش می‌شد، خیلی هم فیدبک‌های خوبی داشت. چطور ممکنه که جلوی این پخش این برنامه رو تو تلویزیون می‌گیرن ولی شما میان هفت خان رو با همون فرمول تقریبا توی پلتفرم نماوا اجرا می‌کنید؟ هفت خان با همون فرمول نیست همینجا. ما یک
یک محدودیت هایی که به هر حال خب تلویزیون داره، شبکه 3 داره، که تو پلتفرما اون محدودیت ها اون قوانین نیست. درست. ولی ایرادی که بهش بود در شبکه 3 رو ما در پلتفرم نماوا برطرف کردیم. یعنی ما سوالایی رو اونجا در اختیار مردم میذاشتیم که بابتش هزینه پرداخت میکردن برای ورودش، که تو هفت‌خوان رو نداریم، مشکل رو دیگه نداشت. آقای گلزار، یه سری آدمای خیلی محدودی هستن تو شبکه‌های اجتماعی، سعی میکنن که با انتشار اخبار پاپاروزیتوری 90-10 فیک، یعنی قطع به یقین، من اینو با اطمینان به شما میگم، 90-10 فیک، فقط ساختگی ذهن خودشونه برای درآمد یوتیوبی و تبلیغات و غیره، میان پاپاروزیتوری، میان سراغ آدم معروف‌ها، به ویژه خود شما. ریاکشنتون نسبت به این آدما چیه؟ حرفایی که میزنن دنبال میکنه، یا اصلا واسهتون مهمه این اتفاقا؟ ناراحتتون میکنه یا چی؟ من خیلی توجه نمی کنم همی جان. یعنی اخبار روز رو، اخبار این دوستان حاشیه ساز رو من خودم پیگیر نمیشم. ما یه تیمی داریم، این تیم اونا این اخبار حاشیه ساز رو مادامی که توهین آمیز نباشد به گوش من اصلا نمی رسونن، منم پیگیر نیست. بله. توهین آمیز باشن از مراجع قضایی پیگیری میکنیم و عربشون. بله خیلی. وگرنه بقیهش نظراتشون بر من محترمه، انتقاداتشون جذابه، خیلی هم خیلی جام سازنده است. بله. در غیر این صورت اگه توهین‌آمیز باشه به من یا به طرفدارای من، به این خانواده بزرگ بخواد کسی توهین کنه، از جای جور دیگه ادبش. البته ما خب تو ایران هم فرهنگ پاپارادزیو نداریم، چون خیلی فضامون تعارفی و اینا هست، نمیشه این کار رو کرد، به درد فرهنگ ایران نمیخوره به نظرم پاپارادزی. تا جایی که سازنده باشه برای من جذابه. نه دیگه، میان تو زندگی شخصی و خصوصی آدم و سری چیزهای به دروغ، واقعا فقط جهت گرفتن فالوور. آقا تصور کنید که امروز که پنجشنبه است، شنبه رئیس دانشگاه تو ایران تصمیم میگیره که اسم یه موجود جاندار تازه کشف شده یا یه شیء رو بذاره محمد رضا گلزار، حق داره این کارو بکنه یا نه؟ اجازه بهش میدین رئیس دانشگاه هم؟ اگه منظورتون راجع به آقای دایی داره. بله. سوال که 100% منظورتون همینه. خب این بعد از خود آقای دایی بپرسید. پرسیدین. نظرشون چی بود؟ گفتن که اصلا من به چیزی اهمیت نمیدم. آها. گفتن خب که منم پس راجع به آقای دایی اهمیت نمیدم. راجب خودمون باید بپرسن. راجب خودتون اجازه میدین رو چی بذارم بهتره؟ برای آقای دایی که خب خیلی آقای دایی عزیزه، برای یه ملت عزیزه. یعنی هم اسطوره ما، کارای خیلی جذابتری میشه کرد با اسم بزرگ علی دایی. اینجوری که من برداشت کردم که با شما شوخی نکنن تو حوزه، چون شما راجع به خودتون هیچ نمیگین. با من باید مشورت کنن، اگر من که خب در جایگاه آقای دایی نیستم 100%، ولی اگر روزی من هم افتخار اینو داشته باشم که به اون شرایط برسم، باید با من مشورت کنن. یعنی به نظر اگه نظر شخصی منو میخواد بپرسی بدون هیچ هماهنگ جبهه‌گیری دوستان شبکه‌های اجتماعی، بسیار کار غلطیه این کار از دید من. درسته. یعنی کارهای قشنگ‌تری میشه کرد برای اسمی به این بزرگی. بله، یه ورزشگاه تو اردبیل به اسم آقای دایی هست. خیلی از اون ورزشگاه‌ها خیلی کارهای دیگه هم بعد براشون کار در شأن آقای دایی میشه انجام داد. یه ذره حاشیه این اتفاق زیاد بود. به هر حال اون دوستانی هم که تصمیم گرفتن حتما دلایلی دارن و حتما با تیم آقای دایی مشورت شده. نه قبل اصلا نشده. خودشون یهو گفتن یه گونه جدید ماهی اسمش رو می‌ذاریم علی دایی. خدای خودتون نخندین این خبر رو دیدین؟ یه ذره غافلگیر کننده نبود؟ یه ذره عجیبه. یعنی ببین، توی به یه جایی میرسی که میگی خب این واقعی نیست. من باورم نشد که مثلا اسم یک ماهی رو بذارن علی دایی. آره خیلی عجیب. حتما دلایل قانع کننده ای دارن که سر میز بعدی یکی از گربه ماهی بود. البته ماهی نم. آقای گلزار، شما مهدی طارمی رو فالو دارین، میدونم که باهاش خیلی دوستین، همیشه هم تشویقش میکنین چه وقتایی که گل میزنه یا اتفاقای این شکلی میفته. خب اخیرا از تیم ملی آقای اسکوچیچ ایشونو کنار گذاشتن تو دوتا بازی اخیر و خیلی حاشیه ساز شد. شما اگر جای اسکوچیچ بودین همین تصمیم رو میگرفتین، یا نظرتون شبیه آقای دایی که گفتن آقای اسکوچیچ حق نداشته این کارو بکنه و بازیکنای ما از نظر فنی خیلی هم تاکتیک پذیرن؟ چون دوستین گفتم که از شما بپرسم. ولی مهدی ماشاءالله درخشان شده. آقای دایی اگر نظر میدن از جایگاه یک
کارشناس و یک آدم حرفه‌ای نظر میدن. من اطلاعات فوتبالیم به این شکل کامل نیست، ولی به عنوان یه رفیق یا دنبال کننده کارهای آقای طارمی فوتبالشون و یک طرفدار، اگه بخوام نظر بدم، نظر من خیلی نزدیکه با آقای دایی. خب دیگه پس نسخه آقای اسکوچیچ همین امشب پیچیده شد دیگه، ایشونو تو جام جهانی نخواهیم داشت چون هم طرفدارای شما هم طرفدار آقای دایی دیگه شدین علی آقای اسکوچیچ. به نظر من این شکلی است. خب جام جهانی فکر می‌کنین کی سرمربی تیم ملی؟ حالا شما که دستتون تو کاره. هیچ وقت دوست نداشتین تو تیم ملی ایران بازی کنین؟ شما همه کاری که کردین، همیشه هم که اول بودین. گل ملی می‌خوام. گل ملی میشه؟ دوست نداشتین هیچ وقت؟ خیلی دوست داشتم فوتبالیست شم. چون آقا می‌بینم فوتبالو دنبال می‌کنین، حتی واسه دربی هم پست گذاشتین، ولی هیچ وقت نگفتین که کدوم وری هستین. هیچ وقت فوتبالیست خوبی نبودم دیگه. ولی والیبالیست قهاری هست. والیبال خیلی بازی کردم از بچگی. درجه یک. خب. آقای گلزار، ما وظیفه‌مونه که البته من نماینده اونا نیستم، ولی چون دارم این مصاحبه رو با شما انجام میدم، به نمایندگی از اونها این تشکر رو ازتون بکنم که باعث شدید بیمارهای پروانه‌ای، بچه‌هایی که درگیر این بیماری‌ان، هزینه‌های داروییشون از بین بره و درمانشون با اتفاقی که تو برنامه هفت خان افتاد. و خیلی کار بزرگی کردینا، چون واقعا خانواده های ضعیفی هن و هر چی دارو ندارن خرج بچه هاشون میکنن. خرج دارو میکردن امی جان، خرج دارویی که این دارو داروی درمانی نیست، داروی تسکینیه. یعنی این عزیزان دردشون آروم بشه و یه ذره تسکین، خدا رو شکر با همت مسئولین این دارو ها همه مجانی. واقعا باعث افتخار، واقعا دمتون گرم آقا رضا، که ترین کاریه که خیلی کمکه به خانواده های این بچه ها. خدا رو شکر. واقعا آدم های شبیه شما کاش که تعدادشون خیلی بیشتر خیلی بشه. ممنونم از شما، از دل شما خیلی خبر داریم و میدونم چقدر مهربونین. متشکرم. نیاز به گفتن من هم نیست. یه خبر خوشم تو راهه با برند لباستون که میبینیم استوری میذارین و فکر میکنم که قراره که تولیدش و عرضش شروع بشه. بله، تولیدش که شروع شده، ما عرضش رو تو نیمه اول دی ماه میخواستیم شب یلدا عرضه کنیم. نیمه اول دی ماه بی نظیره همین. یعنی الان دو ساله که من مدام دارم روی این لباس تلاش میکنم، اشتغال زایی کردیم. غیر از این که حالا میدونم بضاعت مردم خیلی نیست برای خرید. بله. لباس‌های خارجی اونچنانی، این با برندهای خارجی رقابت میکنیم. یعنی من مدعیم که این لباس وقتی بیاد مردم خیلی دوست خواهند داشت. سلیقه شخص خود منه، فعلا با لباس‌های اسپورت و گرم کن و کلاهدار و تیشرت و اینا شروع کردیم تا گسترده ترش کنم. توزه کلاسیک و کت شلوار اینا هم حتما میاد بعدن، سال آینده به اون هم ورود خواهد. چقدر عالی. دیدم یه فراخوان جذب مدل هم گذاشته بودین. جذب مدل آقایون، فراخوان جذب مدل آقایون. بله، بله. را انداختیم برای اینکه به یه تعداد پسر 16 تا 24 سال نیاز دارم، برای اینکه بتونیم هم از لحاظ شرایط فیزیکی و هم هوشی و هم قد و وزن معیار منه که بتونیم. خودتون هم انتخاب میکنین مستقیم؟ فعلا یه تعداد زیادی عکس گرفتیم که بینشون یک 4-5 تا پسر. فکر میکنم خوب این برند رو توسعه بدین. این بچه ها میمونه دیگه، الان 2-3 ساله که درگیرشین، متمرکزم روش. چندین سالم هست که دلم میخواسته این کار رو انجام بدم. پلنتون برای هایپرکار چیه آقای گلزار؟ برای هایپرکار که منتظریم یه سری نماینده، چند تا شعبه همزمان داریم افتتاح میکنیم. هایپرکار هم همینجان، ما مدعیم که از ما ارزونتر کسی جنسش رو نمیتونه عرضه کنه تو بازار. یعنی ما اینجا اجرت سرویس هم حتی نمیگیریم. چه جاله؟ بله، اینجا اجرت نداریم. تمام برندهای داخلی اینجا از صفر تا صد شما سرویس میدیم، همه چیش هست. غیر از اینکه باز اشتغال زایی اینا نمیگم، هدف اصلیم همیشه تو کار این بوده، این یکی از اهداف اصلیم اینه که ما بتونیم تو این شرایط اقتصادی اشتغال زایی کنیم، جوانا رو بیاریم سر کار. میگم با 170 تا شروع کردیم، من نزدیک 700 تا ماشاءالله نیرو داریم اینجا، نیرو داریم و نیروهای جدید و خلاق تو ریزار روبر و تو هایپرکار جذب کردیم و داریم رو به جلو. چرا افتتاحیه اینجا آقا رضا حاشیه ساز شد؟ البته باز جمعیت خیلی زیاد بود. افتتاحیه هایپرکار؟ نه، اون که اصلا قیامت بود دیجی سرویس. بله خدا رو شکر. هایپرکار هم حاشیه ساز شد. چیش حاشیه ساز شد؟ میگفتن چرا دوباره همون قصه ماشینه و چرا آقای گلزار با این ماشین اومد تو افتتاحیه و
چرا با این ما... یعنی چرا با ماشین خودت؟ با ماشین خودت. ببین هر کاری کنی همینجا، یعنی واقعا یه جای دیگه فقط بس سکوت کنی. همه اینا رو که نمیشه جواب داد. دیگه خودشون میدونن جوابش. یه جمله خوشگل به طرفداراتون میدیم به عنوان یادگاری، چون من فکر کنم شاید یکی دو سال دیگه طول بکشه ما مصاحبه بکنیم. البته ما که دوست نداریم. خوشگل اینه که بابت لطفی که به من کردید، بابت رأیی که به من دادید ازتون ممنونم، تشکر میکنم. شما خانواده درجه یک منید، میدونید چقدر دوستتون دارم، میدونید چقدر تو زندگی من تأثیر گذاری، تو پیشرفت من چقدر شما تأثیر کردید. امیدوارم من هم بتونم برای شما همقدر تأثیر گذار باشم و دستتون میبوسم. آقا ممنون که افتخار دادین، کیف کردیم مثل همیشه. مرسی بابت اینجا. قربون شما برم. ممنون از شما.